ایرج جمشیدی، روزنامه‌نگار پرسابقه و مدیر مسئول پیشین روزنامه اقتصادی آسیا، پنجم بهمن ماه در 74 سالگی از دنیا رفت. سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. جمشیدی پیش از انقلاب در ایران در مطبوعات و تلویزیون فعالیت داشت. او که به عضویت یک گروه مارکسیستی درآمده بود، در سال 1352 به اتهام تلاش برای گروگانگیری رضا پهلوی، ولیعهد وقت ایران دستگیر و پس از اعتراف و ابراز پشیمانی به 10 سال زندان محکوم شد. ایرج جمشیدی پس از انقلاب در ادامه فعالیت‌های روزنامه‌نگاریش سردبیر روزنامه ابرار اقتصادی شد و آن را به پرفروش‌ترین روزنامه اقتصادی ایران تبدیل کرد. سپس در سال 1380 با همراهی همسرش ساقی باقرینیا روزنامه آسیا را منتشر کرد که از ویژگی‌های آن توجه کردن به مسائل اقتصادی به زبان ساده و برای آگاهی بخشی به عموم مردم بود. بخشی از خبرهای آنلاین آسیا را بشنویم در مرداد 1398. گوشت مرغ رو کشورهای همسایه یا کشورهای دیگر از صادرکنندگان ایرانی حدوداً کیلوی 22,000 تومان خریدارند. با این وجود توزیع و تنظیم بازار وزارت صنایع و معادن قیمت فروش مرغ رو در ایران کیلویی 12,900 تومان تصویب میکنه. همین موضوع، همین اختلافات موجب میشه که بازار مرغ همچنان آشفته باشه. صدای ایرج جمشیدی رو در برنامه خبری هفتگی اش شنیدید. 2 سال پس از آن، جمشیدی به جرم چاپ عکس مریم رجوی، رهبر گروه مجاهدین خلق در آسیا دستگیر و روزنامه‌اش توقیف شد. او چند بار دیگر نیز در جریان جنبش انقلابی زن زندگی آزادی بازداشت شد. در دیدگاه با علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و مدیر تلویزیون ایران فردا و دوست دیرین ایرج جمشیدی همراه می‌شویم و از او درباره میراث و دستاوردهای جمشیدی برای روزنامه‌نگاری نوین ایران می‌پرسیم. آقای نوری‌زاده، شما ارتباط کاری و شخصی خودتون رو با آقای جمشیدی سالها در ایران فردا حفظ کردید. برای ما از احساس از دست رفتن او بگید. برای من بسیار روز سختی بود. 4 صبح خبردار شدم که ایرج دیگه نیست. بسیار سنگین بود. ما نزدیک 50 سال آشنایی داشتیم. در درجه اول من با اسماعیل برادرش دوست بودم، نزدیک و همکار. اسماعیل بعداً در روزنامه اطلاعات، من دبیر سرویس سیاسی بودم، او در سرویس اجتماعی بود و کتاب می‌نوشت، تحقیق می‌کرد. از طریق او با برادرش هم آشنا شدم. منتها خیلی جالب بود که یک نوع همون حالتایی که ما جوانا در اون سالها داشتیم چپ زده شد و ایرج برخلاف اسماعیل که خیلی قرص و محکم و آدم ملی بود، به چپ متمایل شد و همین به چپ متمایل شدن او رو وارد گردابی کرد که اصلا راضی نبود. بارها راجع به این با هم صحبت کردیم و اون میگه من اصلا این کاره نیستم، من آدم ربا نیستم، من نمیخواستم ولیعهد و شعبانی رو بدزدم، ولی افتادم توی چاله. و برای همینم در دادگاه ما شاهد بودیم، بدون اینکه بخواد از عمل خودش دفاع بکنه، سعی کرد البته استوار بماند، التماس نکنه، ولی در عین حال هرگز نشون نداد که به اون عقاید و اندیشه ها وابستگی داره. ایرج جمشیدی روش خاصی داشت در همگانی کردن توجه به اخبار اقتصادی، اخباری که معمولا فقط مورد توجه کارشناسان یا روزنامه‌نگاران اقتصادی بود. پیش از اون، از دستاورد ایرج جمشیدی به عنوان یک روزنامه‌نگار اقتصادی چه میراثی به جا مونده آقای نوری‌زاده؟ ببینید، دلیل اینکه او رفت دنبال برنامه اقتصادی یا پروژه اقتصادی و روزنامه اقتصادی، دلیلش فضای موجود در کشور بود. وقتی او نمیتونست سیاسی بنویسه، وقتی نمیتونست درباره مسائل اجتماعی حرف بزنه، به این واقعیت رسید که اگر دنبال اقتصاد بره، در لابلای نوشتهاش ممکنه بتونه حرفی بزنه. این است که تجربه او در ابرار اقتصادی فوق‌العاده بود. یه روزنامه‌ای که 500 تا تیراژ نداشت، به بالاترین تیراژ در کشور رسید. اونم با تکیه بر مسائل اقتصادی. آشنایی داشت با صاحبان شرکت
ها، کار آفرین ها، که بعدن این در برنامه تلویزیونیش هم تجلی پیدا کرد. و همین مسئله باعث شد اقتصاد رو از دریچه یه جامعه‌ای که پروبال میزنه برای آزادی و گرفتار یک حکومت سرکوبگره، اقتصاد رو در اون زمینه بررسی کرد. به همین دلیل گرفت مردم مثلا میرفتن مقالش رو میخوندن، لابلای مقالش میگفتن باریکلا عجب نیشی زد. ظاهراً مقاله اقتصادی بود، ولی در دو سه مورد اون میل و رغبت به سیاست غلبه کرد بر او و همون باعث شد که دستگیر بشه، به زندان بیاد. آقای جمشیدی سال گذشته در جریان انقلاب مهسا هم بازداشت شد. با توجه به اطلاعاتی که شما دارید و نزدیکیتون، چطور به تحولات اخیر در ایران نگاه میکرد؟ به طور مطلق و گسترده همراه با جنبش بود. به من میگفت علیرضا من در اینجا زندگی میکنم و به هر حال باید مراقب خودم. فرزند او نوید هم دستگیر شد، مدت زیادی در زندان بود و او سردبیر اینترنتی آسیا نیوز بود. بنابراین میخوام بگم بسیار نگران بود از این. چند نوبت هم بازداشت شد، سر و صداشو در نیاورد، به همراه جنبش بود. خیلی زیاد ببینید جرأت میخواد یکی در ایران برنامه درست بکنه و در تلویزیونی پخش بکنه که از هر جهت مورد هجوم و حمله رژیم هست، و با این وجود یه فرمول پیدا کرده بود که بله خب من اینو میسازم، توی یوتیوب میذارم، توی ویمو میذارم، نوری زادم برمیداره پخشش میکنه، خب من چیکار کنم؟ بهتره که از اون تلویزیون برنامه‌ای پخش بشه که در ایران تولید میشه. ما همیشه من به این منطق اعتقاد داشتم، حرفایی در اون برنامهش گفته میشد که جاهای دیگه گفته نمیشد. از این نظر بسیار بهش احترام میگذارم. آقای جمشیدی یک بار هم به خاطر تلاش برای باز کردن فضای خبری و انتشار اخبار چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی به زندان رفت آقای نوری‌زاده، شما بهش اشاره کردید. فکر می‌کنید انتشار این عکس‌ها و خبرها یک اشتباه حرفه‌ای بود یا تلاشی بود که آقای جمشیدی برای به چالش کشیدن سانسور حکومتی انجام می‌داد؟ نه به اعتقاد من اشتباه حرفه‌ای نبود، اعتقاد و ایمان به کار روزنامه‌نگاری بود. او میگفت ما در فضایی که گرفتار شدیم حداقل باید حواسمون باشه، اگر یک روزنه میتونیم باز کنیم بکنیم این کارو. من هرگز یادم نمیره روزی که رفتیم زمان زنده دکتر بختیار، او آزاد شد، باهاش نشستیم، گفت بزرگترین اشتباه زندگیمو کردم و حیف که این سالها باهاتون نبودم. عاشقانه به روزنامه نگاری نگاه میکرد و افسوس میخورد چرا اون سالها در زندان بوده و نتونسته کار خودش دنبال بکنه. به حال این خانواده روزنامه نگار، اسماعیل برادرش کارهای برجسته‌ای در روزنامه نگاری کرد، کتابهای جالبی مثل جعفرخان است فرنگ برگشته رو نوشت و خیلی کارهای مهم. بنابراین ایرج هم مثل برادر بزرگترش اینجوری به قضیه نگاه میکرد. برای او روزنامه‌نگاری یک حرفه مقدس بود و هر جا فرصت پیدا میکرد نشون میداد برای این حرفه مقدس چه حرمتی قائله. پیرو صحبتتون آقای نوری‌زاده، اگر بخوایم از میراث ایرج جمشیدی برای روزنامه‌نگاری ایران بگیم، بر چه دستاوردهایی باید تأکید کنیم؟ بر این که یک روزنامه‌نگار حتی در فضای خفقان اگر ابتکار داشته باشه و اگر الفبای روزنامه‌نگاری رو بلد باشه، میتواند کاری بکنه که ماندگار بشه. به معنای دیگر او ماها رو مورد انتقاد قرار میداد، میگفت شما تا کشیده به صورتتون زدن، روزنامه‌تون رو بستن، اومدن بگیرنتون، در رفتی، ولی من موندم و مبارزه کردم، کارمو کردم، روزنامه‌مو درآوردم، مجله‌مو درآوردم و نگذاشتم استبداد منو از صحنه بیرون کنه. این به نظر من درس خیلی بزرگی بود. آقای نوری‌زاده در آخر میخوام از شما خواهش کنم از زندگی آقای ایرج جمشیدی، از احوالات شخصیش که کمتر گفته شده یا نوشته شده برای ما بگید. برای ما یک تصویر روشن‌تر از زندگی او میتونید ترسیم کنید؟ ایرج همیشه عاشق بود، بسیار به همسرش علاقه مند بود، خانم دکتر از دهانش نمی افتاد. دوبار ازدواج کرد و فرزندانی از هر دو ازدواج داره. نوید به گفته خودش آینه تمام نمایی بود که او رو متجلی می کرد. ایرج جوانی که حالا به علت راهنمایی های پدر تو دام نمیدونم چپ و توی تور اون مجموعه ها نمی افته. به همین دلیل بسیار به نوید علاقه داشت، او رو
به اصطلاح آموزش داد، تربیت کرد که بعد از رفتنش نوید بتونه کارش رو دنبال بکنه. به اعتقاد من همین به خیلی مهمه که ما برخلاف رفتن ادامه پیدا کنیم و ایرج این کارو کرد. چند هفته قبل خیلی نگرانش بودم، برنامه ها مرتب میمد، دوستانش، فرزندش، اینا برنامه رو ادامه میدادن و حتی روز درگذشتش هم برنامه پخش شد و پخش هم خواهد شد. این نکته مهمه که بهش زنگ زدم، ایرج جان چرا صدات اینجوریه؟ با همون صدای شکسته و سینه‌ای که حالا نمیکشی. گفت علیرضا من باید از اتوبوس پیاده بشم، سعی کن تا آخرین لحظه تو اتوبوس باشی تا برگردی و خانه پدری رو ببینی. این آخرین جمله‌ای بود که من از ایرج شنیدم. همونطور که اشاره کردم آدم مبتکری بود. همین کاری که توی برنامه خودش کرد، فکر کنید برنامه بگذاره که تلویزیون ما پخش کنه. وقتی میبردن و بازجویش میکردن خیلی راحت میگفت آقا من یه برنامه درست میکنم میذارم روی یوتیوب، روی ویما، رو جای دیگه، این آدم هم ضد انقلاب به قول شما برمیداره پخش میکنه، چی کارش کنم؟ نمیتونم بگم تو پخش نکن، ما که رویالتی نداریم، ما که از این حرفا نداریم به برکت شماها، برابری اون هم داره پخش میکنه. بعد خیلی جالب بود، من که مورد عنایت بعضی از دوستان قرار میگردم، میگفتم آها چرا شما ناراحت میشید؟ یه آدمی تو ایران نشسته فضایی رو که شما اصلا نمیشناسید و توش نیستید هر روز برای شما داره عرضه میکنه. شما میدونید کارآفرینان ایران کیان؟ گالری نقاشی چه نمایشگاهی میذارن؟ کدوم کتاب مورد توجهه؟ اینو هر روز ایرج جمشیدی داره به شما میگه. پس بنابراین قدرشو بدونید، نه اینکه بیاید انتقاد کنید. حالا نوریزاده میره مطلب افراد وابسته به رژیم رو پخش میکنه. ایرج جمشیدی هرگز وابسته به رژیم جمهوری اسلامی نبود. بسیار سپاسگزارم از شما علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و مدیر تلویزیون ایران فردا از لندن انگلستان. ممنون که در این برنامه دیدگاه همراه ما بودید.